بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. مجموعه خبری 53 را پی میگیریم. اما در آغاز سرخط خبرها. نگرانی مجلس نمایندگان نسبت به حمایت گلبدین حکمتیار از گروه داعش. شماری از اعضای مجلس میگویند که بیکاری جوانان و حمایت حکمتیار از داعش برای کشور خطر آفرین است. تأکید رئیس اجرایی بر بررسی جدی رویداد جلریز. دکتر عبدالله میگوید این رویداد شهروندان را نگران کرده است. و هشدار چین به شهروندانش از سفر به ترکیه. وزارت خارجه چین به دلیل نگرانی از اعتراضهای ضد چینی در ترکیه به شهروندانش درباره سفر به این کشور هشدار داده است. امروز دوشنبه 15 سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 6 جولای سال 2015 میلادی. مجموعه خبری 53 با من محمد سجاد یاسر. اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به اعلامیه گلبدین حکمتیار در پیوند به حمایت از داعش نگرانی می کنند و می گویند با حمایت آقای حکمتیار از گروه داعش ناامنی های کشور افزایش خواهد یافت. در همین حال شماره دیگر از اعضای مجلس حمایت گلبدین حکمتیار از داعش را انتقام گیری از گروه طالب می داند. این نمایندگان مردم در همین حال با توجه به بیکاری در کشور سربازگیری این گروه در افغانستان را خطر آفرین عنوان می کنند. شرح بیشتر از حضرت محمدی. گلبدین حکمتیار پشتیبانیش را از گروه داعش در افغانستان اعلام کرده است. حکمتیار از هوادارانش خواسته است که در صورت درگیری میانیان گروه های طالبان به رهبری ملا عمر و طالبانی که به داعش پیوستند از داعش پشتیبانی کنند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به اعلامیه گلبدین حکمتیار در پیوند به حمایت از داعش، حمایت آقای حکمتیار از گروه داعش را در امر افزایش بدامنیات در کشور مهم می‌خوانند. نامنیات همان فیلن در افغانستان است در صورت که وام یعنی حکمتیار هم امرای داعش یک بشه و همان نامنیات دو چند میشه و هر روز جنگ ها اضافه میشه و قربانی از این ملت افغانستان میشه. هرچند تا هنوز حکومت وحدت ملی در این خصوص موضعی نگرفته است، اما این موضوع شورای عالی صلح را به شدت نگران کرده است. شورای عالی صلح از رهبران حکومت خواسته است که هرچی زودتر در برابر اعلامیه آقای حکمتیار موضع بگیرد و نیز وضعیت کنونی را در داخل و اطراف افغانستان به گونه جدی بررسی کند. در همین حال برخی دیگری از اعضای مجلس حمایت گلبدین حکمتیار از داعش را انتقام‌گیری از گروه طالبان می‌دانند. نمایندگان مردم با توجه به معضله بیکاری در افغانستان سربازگیری گروه داعش در این کشور را بعید نمی‌دانند و تاکید دارند که در صورت ادامه بی‌توجهی حکومت گروه داعش براحتی می‌تواند از جوانان سربازگیری کند. مردم افغانستان بیکار هستند. نسل جوان امروز ظرفیت در وزارتخانه نیست، جلب و جذب حکومت نداره. تعداد زیاد از افراد جوان ما بیکار هستند که برای جوان بیکار بودن خودش یک مضمون است. اما اگر او چیزی که اندیشه بو بکر بغدادی است و مردم افغانستان تا جایی که میفهمن خوب، اونایی که نمیفهمن واقعا ممکن یک سربازگیری شه و مردم فقیر است، بیچاره است. این در حالی است که پیش از این نیز سفیر پیشین آمریکا در افغانستان نگرانی کرده است که داعش خطری جدی به منطقه خواهد بود و حکومت افغانستان و متحدانش به ویژه آمریکا باید گروه داعش را در افغانستان جدی بگیرند. رئیس اجرایی حکومت میگوید که بررسی های ابتدایی از حادثه خونین ولسوالی جلریز میدان وردگ نشان میدهد که از نیروهای امنیتی در میدان جنگی حمایت صورت نگرفته است. دکتر عبدالله که در نشست شورای وزیران صحبت میکرد یادآور شد که حادثه خونین ولسوالی جلریز با جدیت بررسی خواهد شد و با کسانی که غفلت در وظیفه کردند برخورد جدی صورت خواهد گرفت. وی با بیان این مطلب که حادثه جلریز نگرانی ها و سوالات زیاد را در میان شهروندان کشور به وجود آورده گفت که نهادهای امنیتی مکلفند با پلیس محلی که در خط اول دفاع از کشور قرار دارند در هماهنگی کامل قرار داشته باشند. بیش از 60 عضو مجلس نمایندگان برای استیضاح وزیر داخله در پای ورق امضا کردند. اما منشی مجلس نمایندگان می گوید که هنوز کمیته رئیسان تصمیم نگرفته است که
طرح استعزاه وزیر داخله در کدام روز شامل آژندای مجلس شود. منشی مجلس تاکید دارد که با استعزاه وزیر داخله شماری از اعضای مجلس نمایندگان میخواهند بر این مقام امنیتی فشار وارد کنند. باز هم حضرت محمدی گزارش دارد. با اساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، استعزای وزیران کابینه از صلاحیت های نمایندگان است که در قانون با آن تذکر رفته است. خواستن وضاحت درباره مسائل از اعضای کابینه از حقوق اساسی نمایندگان مردم گفته شده است. با این همه مجلس نمایندگان تصمیم گرفته است تا در پیوند با بدامنیا وزیر داخله را استعزا کند. منشی مجلس نمایندگان میگوید که 63 امضا به هدف استعزای وزیر داخله در پیوان با بدامنیای کشور جمع آوری شده است، اما تا هنوز کمیته رؤسا تصمیم نگرفته است که کدام روز استعزای وزیر شامل آجندا شود. 63 امضا در استعزای وزیر داخله درد شده، اونا خواستاری شدن که وزیر داخله استعزا شود، دلایلش هم روشن و واضح اونجا تذکر رفته، اما تا هنوز کمیته رؤسا در این مورد تصمیم نگرفته که آیا این شامل آجندا در کدام روز میتونه شود؟ آیا برای فردا که ما کمیته رؤسا را داریم روز چهارشنبه موضوع استیزای وزیر داخله در آجندا گرفته میشه، یا برای ارائه رأی تایید به زواتی که از استرا محکمه معرفی شدن به او اولویت میتن؟ این موضوع ارتباط میگیره باز هم به کمیته رؤسا که در اونجا رأی گیری صورت میگیره و هر کدامی از این موضوعات اهمیت داده میشه او در روز چهارشنبه گرفته میشه و موضوع بعدیش در روزهای شنبه. منشی مجلس نمایندگان در این حال در پاسخ به پرسشی در امر اینکه سلب اعتماد زودنگام وزیران امنیتی میتواند در رفع چالش های امنیتی کمک کند یا چالش های امنیتی را مضاعف کند، گفته است که استعزای وزیران حق قانونی اعضای مجلس است و استعزا را وسیله فشار بر عملکرد وزیران کابینه عنوان میکند. شورا هم وسیله ای را که برای فشار دادن در نهایتی عمل کرد می داشته باشند، امی وسیله سلب صلاحیت یا استیزا هست و هر استیزا هم منای سلب صلاحیت نیست. می تونه وزیر، چی وزیر دفاع، چی وزیر داخله، چی رئیس عمومی امنیت، هر کدامی از ذوات محترم سکتورهای امنیتی دلایل قانع کننده ارائه کنند سلب صلاحیت نشوند، اما برای وضاحت دادن باید آماده باشن و موضوع جلریز هم که چند روز پیش به وقوع پیوست، این هم یک موضوعی است که این روزا در سلبی در استیزای وزیر داخله یک کمکی به صدا را کرده. اما منشی مجلس نمایندگان به این باور است که سلب صلاحیت و استعزای وزیران در امر بهبود امنیت کمک نمی کند. او همچنان می گوید که خودش طرفدار استعزای هیچ مقام امنیتی در شرایط کنونی نیست، اما می گوید که با توجه به تجارب 13 سال گذشته سلب صلاحیت کردن وزیران امنیتی وضعیت امنیتی را بهبود نبخشیده است. خوب گرچه در 13 سال گذشته تجربه نشان داده که هر قدر ما سکتورهای امنیتی را سلب صلاحیت کردیم وضعیت امنیتی بهبود نیافته. این یک تجربه واقعی و عملی است که ما در 13 سالی را تجربه کردیم. این در حال است که روز دوشنبه نیز مجلس به آجندا بود. منشی مجلس نمایندگان میگوید که هرچند آجندای مجلس نمایندگان استجواب وزیر شهرسازی و سرپرست دادستانی کل در رابطه با 6 نفر مظنون بود، اما بعد دلیل ارسال یک مکتوب از جانب دادستانی کل مبنی بر تکمیل نشدن فرایند تحقیق این بس از آجندای روز دوشنبه خارج شد. رئیس جمهور غنی به کمیته های تخنیکی و مدیریتی شناسنامه های الکترونیکی هدایت داده است که زمینه را برای صادر کردن فرمان در راستای توزیع این شناسنامه ها مساعد کنند. در یک خبرنامه دفتر رسانه های ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی در نشست امروز با مسئولان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی از کمیته های تخنیکی و مدیریتی شناسنامه های الکترونیکی خواست که در کنار شرایط و چالش های موجود رای حل های نیز ارائه کنند. خبرنامه افزوده است که رئیس جمهور غنی فیصله بر محتوای شناسنامه های الکترونیکی را وظیفه کابینه دانسته و گفته است که طرح نهایی در رابطه با تمام روند توزیع این شناسنامه ها به کابینه ارائه شود.
شماری از باشندگان ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان در اعتراض به کشته شدن یک غیر نظامی توسط یکی از فرماندهان محلی اعتراض کردند. آنان جسد این غیر نظامی را به مقر ولایت پروان انتقال دادند و جاده عمومی قربند بامیان را برای ترافیک مسدود کردند. معترضان مدعی اند که این غیر نظامی از سوی یک فرمانده پلیس محلی کشته شده است. در همین حال محمد زمان مموزعی فرمانده پلیس ولایت پروان گفته است که این فرد در جریان درگیری میان طالبان و سربازان پلیس محلی کشته شده است. به گفته وی این درگیری زمان روی داد که یک ماین کنار جاده‌ای موترهای سربازان پلیس محلی را آماج قرار داد. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که در نتیجه درگیری میان پلیس و گروه طالبان تلفات سنگین بر طالبان وارد شده است. عبدالجبار پردلی فرمانده پلیس بغلان میگوید که این درگیری حوالی ساعت 5:30 دقیقه بامداد امروز زمان آغاز شد که یک مرکز پلیس در منطقه وردک ساحه بندغوری بغلان از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفت. آقای پردلی شمار دقیق کشته شدگان طالبان را مشخص نکرده است، اما گفته که 11 فرد وابسته به گروه طالبان در این درگیری کشته شدند. وزارت معارف کشور در هماهنگی با وزارت مالیه نشست یک روزه برای معرفی بیشتر خدمات بیمه را اندازی کرده است. مسئولان وزارت معارف میگویند که همه مکتب‌های خصوصی در حال حاضر بیمه شده است. در همین حال مسئولان وزارت مالیه میگویند که مردم از خدمات بیمه آگاهی ندارند و باید در این راستا آگاهی بیشتر داده شود. وثیق الله عظیمی گزارش دارد. موضوع بیمه بحث جدید برای مردم افغانستان است. روز دوشنبه به همین بهانه وزارت معارف کشور در هماهنگی با وزارت مالیه کارگاه یک روزه را برای انکشاف صنعت بیمه و معرفی خدمات بیمه را اندازه کرده است. مسئولان وزارت معارف میگویند که همه مکتب های خصوصی بیمه شده است. گرچه وزارت معارف به تایید دوستایی که از وزارت مالیه بودند که ما تنها در بخش مکاتب خصوصی تانستیم که اینا را در سیستم بیمه تنظیم بکنیم، ولی آمدیم سر مامورین و امکانات خود وزارت معارف، یعنی بحث جدید است. ما امیدوار هستیم که با استفاده از مجلس امروزی این مسائل در قدم های بعدی انشاءالله که تنظیم میشه. از سوی هم مسئولان ریاست امور بیمه های وزارت مالیه چالش های امنیتی و عدم آگاهی مردم را در پیوند به بحث بیمه سازی در کشور عنوان میکند. چالش های عمده و یا چالش های اساسی که در افغانستان در سطح رای بیمه وجود داره، یک موضوعات ناامنی و یا عدم از امنیت تاجرها و یا سرمایه‌گذارها در این عرصه در افغانستان می باشه. و موضوعات دوم و اساسی ما عدم آگاهی مردم است که مردم و یا ملت افغانستان چی به شکل طبقه تاجر باشه و یا چی شکل غیر تاجر، اینا آگاهی مکمل یا منظم خود در ارتباط بیمه ها در افغانستان ندارند. در این حال مسئولان وزارت مالیه می گویند که مردم از خدمات بیمه آگاهی ندارند و باید در این مورد برای آنان آگاهی بیشتر داده شود. موضوع اساسی ما موضوع آگاهی هم است. ما به عنوان یک بخشی که افغانستان بزرگترین موضوعات خوده بدبختانه در اثر جنگ ها و یا حوادث از دست میده، ولی متاسفانه اصلا پشتوانی وجود نداره تا امید اشیا و اجناسی از دست رفته ما را پس دوباره برای ما مهیا بسازه. اگر تاجر هستیم ورشکست میشیم، اگر سرمایه گذار ابتدایی هستیم خانه نشین میشیم. پس شرکت بیمه یا کمپانی های بیموی یگانه مقصد و یا مرامش همی است. این در حال است که مسئولان وزارت مالیه میگویند که تنها در مورد بیمه‌سازی وزارت های معارف و صحت عامه گامی عملی برداشته است و آنها نیز از وزارت های تحصیلات عالی تجارت کار امور اجتماعی میخواهد برای عمل شدن خدمات بیمه در کشور گام های عملی بردارند. و اما در خارج از کشور، وزارت خارجه چین به دلیل نگرانی از اعتراض‌های ضد چینی در ترکیه به شهروندانش درباره سفر به این کشور هشدار داده است. در دو روز گذشته معترضان به رفتار دولت چین با اقلیت مسلمانان اویغور در این کشور در شهر استانبول تظاهرات کردند. در جریان این تظاهرات شماری از معترضان به یک رستوران چینی حمله کردند و شیشه‌های آن را شکستند.
هفته گذشته دولت ترکیه سفیر چین را احضار کرد تا به ممنوعیت هایی که گفته می شود چین برای مسلمانان اویغور در بجاوردن فرایض مذهبی در ماه رمضان وضع کرده اعتراض کند. دولت ترکیه وعده داده است که پناهجویان اویغور را که از ترس آزار و اذیت در چین گریختند بپذیرد. بسیاری از ترک های اویغور ساکن سینکیانگ در چین با تبعیض علیه خود معترض هستند و می گویند که دولت مرکزی چین فرهنگ و زبان آنان را تهدید می کند. دولت مرکزی چین در مقابل گروه های از مسلمانان اویغور را با اقدام خشونت آمیز جدایی طلبانه متهم می کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از ورود هیئت 5 نفره آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران خبر داده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر گفته است ورود